لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث امشب ادامه بحث جلسه گذشته است در مورد اینکه طریق حرکت در آخرت مبتنی بر طریق حرکت در دنیا هست. یعنی مسیری رو که افراد در آخرت بعد از مرگ، یعنی آخرت شروع میشه، قیامت شروع میشه، بعد از مرگ هم باز قیامت هست دیگه. یعنی ان مات فقط قامت قیامته، هر کس مرد قیامتش برپا میشه و تا اون قیامت کبرا برسه. بعد از مرگ میفته در طریقی که در دنیا زندگی کرده، ادامه همون رو در عالم برزخ خواهد داد. چه از جارا باب هدایت، یعنی اگر به صلاح راه خوب رسته ادامهش رو در برزخ میده، اگر راه بد رو هم رسته باشه ادامهش در برزخ. چند نمونه نویسنده محترم حضرت الله تعالی آورده است. سوره ابراهیم آیه 27، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خدای متعال تثبیت میکند در صراط مستقیم آنانی را که ایمان آوردند با قول ثابت در حیات دنیا و در آخرت. تثبیت میکنه در دنیا و در آخرت. قول ثابت یعنی همون عقیده راسخ، عقیده درست و محکم و حق رو میگن قول ثابت. و در آخرت، این در آخرت همین تثبیت صورت میگه. و ظالمین را در زلالت و مسیر انحرافی آنان پیش میبرد. یضل الله الظالمین، گمراه میکنه ظالمین رو. و یفعل الله ما یشاء، و خدای متعال آنچه را که میخواهد انجام میدهد. یه بحثی هست درباره هدایت که حالا با صحبت میکنیم، اضلال و هدایت، که خدا هدایت میکنه یا خدا گمراه میکنه. یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقون. گروهی رو خداوند به وسیله قرآن گمراه میکنه و گروهی رو هدایت میکنه و گمراه نمیکنه مگر فاسقان. شاید عرض کرده باشم قبل خدمتتون که ما یک هدایت ابتدایی داریم که همه انسان ها درش شریک هست. اون هدایت ابتدایی عبارت است از برخورداری از عقل، فطرت و پیامبر و هر کس به زمان خودش این ندای پیامبر بهش برسه. این عبارت است از هدایت اولیه. دوستان خیلی به این نکته توجه کنم چون خیلی از زمانه تو این نکته مشکل دارن. پس فطرت و عقل به عنوان حجت باطنی و پیامبر به عنوان حجت ظاهری، این دو رو خداوند در حق انسان ها انجام میده. هدایت اولیه. بعد از این هدایت اولیه با اختیاری که خداوند تبارک و تعالی به انسان ها داده، انسان ها دو نوع برخورد میکنن، یا به ندای عقل و فطرتشون و همچنین به ندای نبی زمان خودشون جواب مثبت میدن، که بعد از این خداوند یک هدایت ثانویه ای رو به اینها خواهد داد و اینها رو هدایت خواهد کرد، هدایتی بالاتر از اون هدایت. پس شروع با خدا بود اینجا دیگه. خداوند هدایت اولیه کرد، منتظر اعمال بنده است. بنده با اختیارش چه کار خواهد کرد؟ اگر حرف نبی رو گوش کرده، ندای عقل رو پاسخ داد، هدایت اضافه، هدایت دیگری رو ایجاد خواهد کرد.
که در قرآن می‌فرماید خداوند به کسایی که هدایت شدن هدایت اضافه می‌کنه، به هدایتشون می‌افزاید، افرادی هدایت شدن. به هدایت خاص و هدایت عام. سبب گمراهی هم که نسبت داده میشه به خدا، خدا افراد گمراه میکنه، یضل الله گمراه میکنه. این یضل الله هم عبارت است از گمراهی بعد از عمل بنده، یعنی هدایت خاص عام رو کرده منتظر عمل بنده. اگر بنده حرف نبی رو گوش نکنه و ندای عقلش رو هم پاسخ نده، به فسق و کفران و بیتوجهی به پردازه، او گمراه میشه، خداوند او رو گمراه خواهد کرد، جزا خواهد کرد. جزاش این است که تو مسیر خودش میگرده، دائما در همون گناه ها فرو میره و هر مقداری که در گناه ها فرو بره آلودگی او بیشتر خواهد شد. در سوره مبارکه بقره ما این ترتیبی که عرض کردم در همون آیات اولیه سوره مبارکه بقره رو این ترتیب رو خواهیم دید. می‌فرماید که در تعریف متقین، دارش از کتاب و لارای به فیه خودن للمتقین، و تعریف میکنه خصوصیت رو دقت بکنیم. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. ایمان به غیب میارن، اقامه نماز میکنن، از اون چیزی که روزشون کردیم انفاق میکنن. والذین یؤمنون بما انزل الیک، به قرآن یا کتاب آسمانی و زمان خودش هر چیز ایمان دارن. و با انزل من قبلک، انبیاء گذشته. و بالآخرت هم یوقنون. چند تا شد؟ شش. بعد میفرماید اولائکه علی هدن من ربهم، این گروهی که ما اسم بردیم و این شش کار رو انجام میدن متصف هستن به این شش چیز، اینها علی هدن من ربهم، برای هدایت خداوند هستن. این هدایتی که اینجا ذکر میکنه خداوند یک هدایتی است بعد از اون هدایت اولیه که عبارت است از به اعطاء عقل، فکرت سالم و پیامبر، ندای پیامبر. بعد در نقطه مقابل کسایی که بعد از هدایت اولیه اهل کفرم هستن، الا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اونهایی که کفر ورزیدن فرقی نمیکنه براشون، چه بترسونیشون و چه نترسونیشون ایمان نمیارن. بعد میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة، خداوند به قلبهای اینها و به گوشهای اینها مهر میزنه و بر چشمهای اینها هم پرده هستی. یعنی این کار ختم زدن و مهر زدن کی انجام میشه؟ زمانی که هدایت اولیه هست، فطرت هست، عقل هست، پیامبر هست، ندای او رو میشنون، به حقانیت او پی میبرن، لازم میکنن، میفتن در مسیر گناه و آلودگی، اونقدر تو این مسئله افراط میکنن تا به جایی میرسه که خداوند روی قلبشون مهر میزنه که دیگه هدایت نشه. پس ما وقتی راجع به هدایت صحبت میکنیم باید دقت کنیم که خداوند همه بندگان خودش رو دوست داره و با همه اونها در آغاز یک رابطه مساوی داره، همه رو علاقه داره بشه. این بندگان خدا هستن که بعد از برخورداری از نعمت پیامبر و رهبران الهی و داشتن عقل و کتاب و اینها میتونن به رابطهشون با خدا بیفزاین، به علاقهشون با خدا، محبتشون با خدا بیفزاین، رابطه رو بیشتر بکنن و قرب حاصل بکنن. پس دقت بکنیم که وقتی میگیم که خداوند اینها رو هدایت میکنه یا گمراه میکنه به چه معنا هستش، دقت بکنیم که بقیه جبر پیش نیاد، جبری مسئله بشیم و فکر کنیم که هر که خدا دلش بخواد همینطوری هستش، دل بخواهیه به معنای این که حساب کتابی در کار بشه. نه، مبنای هدایت و
هدایت برخورداری از هدایت خاص و زلالت خود اعمال انسان هستش که با اختیار این هدایت رو و این اضلال رو برای خودش تعیین میکنه. در این آیه به این حقیقت که هر راهی در زندگی دنیوی دنباله خود را در عوالم اخروی خواهد داشت، چه راه توحید و ایمان باشد و چه راه زلالت و انحراف، اشاره شده است. و در بعضی آیات به این موضوع به طور تفصیل و جداگانه اشاره شده است. یعنی در بعضی آیات این حقیقت است که دنباله راه توحید و ایمان در عوالم بعدی همان راه توحید و طریق الله است بیان فرموده است، و آیات دیگری به بیان این موضوع که دنباله راه زلالت، و در آیات دیگری که به بیان این موضوع که دنباله راه زلالت همان زلالت است پرداخته است. در سوره یونس آیه 9 می‌فرماید: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. کسایی که ایمان آوردن، دقت کنید، ایمان آوردن و عمل سالم انجام دادن، خداوند به واسطه اون ایمانشون اینها رو هدایت می‌کنه. تجری من تحت الانهار فی جنات نعیم. آنانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن در حالی که در جنات نعیم هستند، دقت کنید، در حالی که در جنات نعیم هستند و از زیر آن جنات و از زیر پای آنها انهار در جریان است، پروردگارشان آنها را با ایمان آنها به سوی نزدیک شدن بیشتر و به عوالم قرب و بهشتی بالاتر هدایت میکنه. پس هدایت اخروی هستش. این آیه که نکات دقیق و اشارات عمیق در آن وجود دارد و هر کسی به اندازه دقت و تأمل خود و با هدایت الهی میتواند از نکات و اشاراتهای موجود در آن به حقایق و رموزی پی ببرد، دلالت خاص دارد. در این آیه به حقیقتی که گفتیم اشاره شده است و با صراحت گویای این مسئله است که اهل ایمان در بهشت ها هم بر اساس راه توحیدی و راه ایمان که داشته اند به سوی مقامات بالاتر و قرب بیشتر و لقاء کاملتر حضرت حق، یعنی به سوی راهی که به لقاء بالاتر و قرب بیشتر میرساند، هدایت میشن. و اینکه دنباله راه ایمان و توحید که در زندگی دنیوی هست همان راه توحید و ایمان در عوالم بعدی و حتی در بهشت هاست، درست خوندم؟ و اینکه دنباله راه ایمان و توحید که در زندگی دنیوی هست همان راه توحید و ایمان در عوالم بعدی و حتی در بهشت هاست. ناگفته نماند که از آیه شریفه حرکت تکاملی به سوی لقاء کاملتر در بهشت ها هم استفاده میشه. دقت کنید، ناگفته نماند که از آیه شریفه حرکت تکاملی به سوی لقاء کاملتر در بهشت ها هم استفاده میشه. درجات فوق بعضها فوق بعض. خب، در این درجاتی که بعضی از اون درجات فوق بعضی از دیگه هستن، در سوره نساء آیه 175: فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه من وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. و اما کسانی که ایمان آوردن و اعتصام به حبل خدا کردن، به خداوند اعتصام کردن، ارتباطشون رو با خدا برقرار کردن و محکم برقرار کردن، پس خداوند به زودی اینها را داخل میکنه در رحمت خودش و فضل خودش و هدایت میکنه اونها رو به سوی صراط مستقیم. ببینید، خود ایمانی که میگه اینجا و انجام عمل صالح، خودش هدایت دیگه. یعنی اینها از یک درجه از هدایت برخوردار هستن که اهل ایمان هستن و اهل عمل صالح، اهل ایمان هستن و اهل اعتصام به خداوند. بعد میفهمن اینهایی که در اینجا هستن خداوند هدایتشون رو اضافه میکنه، هدایت میکنه اینها. در این آیه با صراحت این حقیقت را که دنبال راه ایمان و صراط مستقیم دنیوی در بهشت ها نیست همان راه ایمان و صراط مستقیم و صراط الله هست بیان میفرماید. و علاوه بر این مسئله، موضوع حرکت و تکامل در عوالم اخروی و حتی در بهشت ها هم از آیه شریفه استفاده میگرد. به پاورقی که گذاشته اینجا دقت کنید، پاورقی خوبی هستش، خودتون دیگه مطالعه بفرمایید.
بقیه درس رو هم خودتون بخونید تا به آیه بعدی برسیم. سوره صافات آیه 22 و 23. احشر الذين ظلموا و ازواجهم و ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحيم. بازم اینجا هدایت هست، اما هدایت به کجا؟ به جهنم. هدایت هست اما هدایت به جهنم. اینجا که احشرو خطاب میکنه خدا در قیامت هستش، ظالمین را با ازواجشون و اون چه که غیر از خدا میپرستیدن محشور بکنید، بعد اینها را هدایت کنید به سمت جهنم. کلمه ازواج رو باز دقت کنید، در دروس معرفت مطلب عرض کردم، بعد ان شاء الله مفصل‌تر خواهیم گفت. زوج، انسان ازواج مختلفی داره، به طور کلی حالا 5 زوج برای انسان هستش، 5 ازدواج برای انسان هستش که انجام میده. زوج عبارت است از اون چیزهایی که انسان باشون ازدواج کرده، اون چیزهایی که انسان باشون پیوند خورده در شؤون مختلف خودش، چیزهایی که انسان در شؤون مختلف باشون پیوند برقرار کرده و ازشون تغذیه کرده عبارت است عبارتند از ازواج انسان. زوج کیه؟ زوج همنشینه دیگه، همنشین انسان، اونجا که انسان باش پیوند خورده. و ازواج هم فقط همسران اینها نیستش. احشر الذین ظلموا و ازواج هم در این آیه با صراحت از هدایت شدن آنان در اول هشت، چون میگه که فحدوهم احشرو، اول هشت دیگه، احشرو اینو محشور کنید، اول هشت اینه قیامت شده هشت هستش. بعد میفهمان اینها رو از اینجا به بعد هدایت کنید به سوی الی صراط الجحیم. در این آیه با صراحت از هدایت شدن آنان در اول هشت به راه جهنم و به صراطی که آنان را به جهنم میرساند خبر میدهد و گویای این حقیقت است که دنباله راه ضلالت انتخاب شده در دنیا باز راه ضلالت بوده و صراط الی الجحیم خواهد بود و در عوالم اخروی هم در راه ضلالت و صراط به سوی جهنم قرار خواهند گرفت. سوره نساء آیه 167 و 169. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله یسیر. آنان که کفر ورزیدند و مانع از راه خدا شدند و به ضلالت عمیق و بعیدی افتادند و حقیقت امر این است که خدای ما متعال هرگز نخواسته از کفر ورزان و ستمگران را مشمول مغفرت خود بگرداند و مشیت او بر این تعلق نگرفته است که آنان را به راهی بعد از مرگ مگر راه جهنم هدایت بکند، جهنمی که در آن همیشه و ابدی خواهند ماند و این برای مبدأ متعال آسان است و کان ذلک علی الله یسیرا. میگه اینا رو هدایت میکنه ولی لیهدیهم طریقا، خدا هیچ طریقی به جلو پایین ها نمیذاره مگر یک طریق، و اون کدوم طریقه؟ طریق جهنم. این آیه تعبیر و لحن خاص و نکات دقیق و عمیقی دارد و در این آیه از سنن حاکمه در نظام وجود و از قوانین حساب شده که جلوات اراده مبدأ متعال سخن به میان آورده و این حقیقت تکوینی تخلف ناپذیر را که هر حرکتی نتیجه خود و هر حرکتی دنباله خود و هر راهی ادامه خود را دنبال خود خواهد داشت بیان می‌کند. دقت کنید، حقیقت تکوینی هست. باز جلسه گذشته مسئله تکوین و تشریع عرض کردم خدمتتون. حقیقت تکوینی غیر از قضیه اعتباری هستش. قضیه اعتباری مثلا قرار است یه نفر برسن زندان، میگه آقا این جرم کرده بیاد بره زندان. اعتباری نیستش که مثلا یکی میاد میگه آقا ما یه پولی میدیم مثلا نرفتید زندان، زندونشو میخریم مثلا، قصد کرده قرار اعدام بشه مثلا، خب خونبه ها میدیم، دیه میدیم، نکشت. قضیه اعتباره. اما قضیه حقیقت، کسی
وقتی میگیم مثلا تکوینی هست، مثلا این زهر خورده، زهر خورده، زهر زیاد و به اصطلاح خیلی زهر قاتلی هم خورده، این دیگه میره به سمت مرگ. این نمیشه با پول دادن، با خواهش و تمنا، با چیز دیگه نجاتش داد. تکوین نشه، این الان وجودش میره به سمت چی؟ به سمت مرگ. یعنی این بافت بدن دیگه حیات پذیر نیست. اونجا این کل هیکل در حال مرگ، برنش اعدامش بکنن، چند لحظه بعد میمیره، با یه قضیه اعتباری نجاتش میدن. اما اینجا که زهر خورده و قرار بمیره، مثلا هوا تزریق شده بهش، هوا رفته توی رگ کاش، یه دوای مسموم خورده که خیلی کشنده است، این دیگه تکمیناً میره به سمت مرگ، کسی جلوشو نمیتونه بگیره. فرمود این که اینها میرن طریق زلالت رو ادامه میدن در بعد از برزخ، یا اونهایی که حتی طریق هدایت رو ادامه میدن، فرق نمیکنه. اینها این قانون تکوینی هستش. خیلی دقت کنیم مسئله تکوین، باز یاده چی میفتیم؟ یاده نسبت خودمون میفتیم که بچه تکوینن متولد میشه. به اینجا اعتباری نیست تولد بچه، واقعا در نظام خلقت هیچ قوانینی هست که بچه وقتی متولد میشه طبق این تکوین و این نظام سنجیده میشه تو نوع تولدش، و هر کاری کرده در رحم مادر ادامه اون مسیر در همین دنیا میده. در آخرت هم همینطور است. کسی که منتقل شد به عالم برزخ و مرگ تکوینن مسیر رو ادامه خواهد داد. یعنی شاکله او و روح او شکل خاصی گرفته که اون شکل خاص رفتار خاصی رو در برزخ میطلبه، زندگی خاصی رو در برزخ میطلبه. دقت بفرمایید. در این آیه میگوید وقتی انسانهایی به انتخاب خود کفر ورزیدند و ظلم کردند و مانع راه خدا و راه کمال شدند و با این راه روش به طریق ضلالت بس عمیق و بعید قدم گذاشتند، طبعا به راهی قدم گذاشتند که بعد از مرگ هم دنباله خود را به تناسب خود خواهند داشت، و این سنت الهی است که هر راهی دنباله خود را داشته باشد. و اینها دیگر صلاحیت تکوینی را، دقت کنید، با صلاحیت تکوینی زیرش خط بگیرید که بدونید این مهم هستش، صلاحیت تکوینی این را که بعد از مرگ به راه هدایت و ایمان بیفتند ندارند. صلاحیت تکوینی ندارند اصلا. برای همین هم این همه آیات داریم که لا یؤخذ منها شفاعت ولا عدل، لا تقبل منها شفاعت ولا عدل، هیچ شفاعتی پذیرفته نمیشه، هیچ عدلی پذیرفته نمیشه. از یعنی کسی پول بخواد بده اونجا، رشوه بخواد بده، نمیشه. این تکوینن قابل رفتن به بهشت نیستش، خواهش نمیشه. اینها دیگر صلاحیت تکوینی این را که بعد از مرگ به راه هدایت و ایمان بیفتن ندارند و نمیتوانند در طریق قرار بگیرند که طریق کمال است، و نمیتوانند در طریق که طریق الله است و طریق شمول غفران الهی است باشند، و خدای متعال نخواسته است که دنبال راه زلالت راه غفران و هدایت و غفران باشد، و بلکه مشیت او بر این تعلق گرفته است که راه زلالت انتخاب شده در زندگی دنیوی دنبالش در نظام‌های اخروی هم متناسب بوده و در راه ضلالت و طریق جهنم باشد. وقتی مشیت و اراده او این است، تخلفی در بین نخواهد بود. لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. هرگز در سنت خدا، یعنی قوانین، سنت در این قانون است، هرگز در قانون خدا تبدیل و تحویلی نخواهی یافت. و در یک بیان کلی اینجا متوجه میشیم که بحث شفاعت هم طبق قانون صورت میگیره. اینجوری نیست که شفاعت خلاف یک مقررات و قوانین صورت بگیره. و در یک بیان کلی مشیت او این است که هر حرکتی و هر راهی دنباله خود را و نتیجه خود را داشته باشد. تعبیر لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا الا طریق جهنم به معنیه، معنی چی بود؟ این بود که هرگز اراده خدا این نبوده است که آنان و مشمول مغفرت نموده
و به راهی جز طریق جهنم هدایت کند تعبیر مخصوصی است که هدایت از سنت الهی حاکم نموده و خبر از تکفیر نشأت گرفته از اراده او میدهد. این دو مورد از آیات قرآنی بود که دلالت میکند بر متناسب بودن راهها در عوالم بعد از دنیا و با راه ضلالت انتخاب شده در دنیا، و اینکه راه انحرافی و ضلالت در دنیا دنبالش در عوالم بعدی هم راه ضلالت خواهد بود، و راه ضلالت به هر نحوی باشد به تناسب هر عالمی و در هر نظامی ادامه خود را خواهد داشت تا به جهنم و جهنم ها منتهی بشود، و اینکه این یک واقعیت تکوینی است. باز دقت کنید که یه واقعیت چیه؟ تکوینی. خب از اینجا بعد یک سوال پیش اومده. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یک سوال پیش میاد و اون این که خب اگر اهل ضلالت اینها بعد از مرگ در عالم برزخ متوجه بشن که خب توی این مسیر افتادند و عذاب دارند و همه کارهایی که در گذشته کردن باطل بوده و بد بوده، اولا آیا متوجه میشن یا نمیشن؟ ثانیا اگر متوجه شدن میتونن جلوی رفتن خودشون رو ادامه مسیر رو بگیرن یا نه، یا میرن جبران ادامه مسیر رو طی خواهند کرد؟ بس اول این هستش که به حال عالم برزخ کشف میشه دیگه، یعنی حجاب ها کنار میره، برزخ دیگه ملکوت، عالم ملکوت هستش. ملکوت که روشن بشه همه چیز هویداست دیگه، اونجا همه میفهمن که چی کار کردن. در قبل در عالم برزخ همه متوجه میشن که درست انجام دادن اعمالشون غلط بوده، به هدایت بودن، به ضلالت بودن، همه از این متوجه میشن. سوال بعدی این هستش که آیا متوجه شدن میتونن نرن مسیر رو؟ با اینکه عذاب هم میبینن دیگه، اونجا میبینن که خب راهشون اشتباه بوده، عذاب هم که دارن، خب خود به خود پس چرا مسیر رو ادامه بدن؟ خب ندن ادامه ندن، بگن خدای ما این مسیر رو نمیدیم، یه مسیر دیگه ما رو بنداز، یه مسیر دیگه بیانداز ما رو، بیافتون جان مسیر هدایت از اینجا به بعد. بله فهمیدیم که اشتباه کردیم، فهمیدیم که اشتباه کردیم، ما رو بیانداز توی مسیر دیگه. میفهمد که نه، اینجا دیگه فایده نداره، اینا ولو بفهمن که اینجا اشتباه کردن، ولو عذابم هست، اما این مسیر رو خواهند زد، برگشت پذیر هم نیستش. در قرآن هم داریم که وقتی اینها میبینن اون چیزهایی که نمیدیدن و این کار میکردن، میگن رب رجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، خدای من رو برگردون که نسبت به کارهایی که ترک کرده بودم اونها رو انجام بدن، عمل صالح انجام بدن. که در جواب میاد که کلا، هرگز، انها کلمتون و قائلها، این یه کلمه هستش که داری میگی، حرف داری میزنی، بله اگر میخواستی بشی در همون دنیا این همه به حرف زدن، این همه پیام به رسید. بزرگان ما فرمودن شما در قبر که میخوابید بخوابید در قبر، و وقتی میخوابید این آیه رو بخونید، چون وقتی هر زمانی که ما بریم توی قبر بخوابیم به اراده خودمون، آیا اون زمان ممکن بوده که ما مرده واقعی باشیم یا نه؟ ممکن هست یا نیست؟ ممکن هست دیگه، یعنی ممکن بود واقعا ما تو همون لحظه مرده باشیم. و این آیه رو بخونیم، بگیم رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای منو برگردون که اون چیزهایی که ترک کردم و انجام ندادم انجام بدم. بعد جواب مثبت میگیریم اینجا دیگه، دیگه اینجا مثل اونجا نمیگن کلا انها کلمتون و قائلها، میگن باش پاشو، به ما میگن پاشو. این جواب مثبت چی گرفتیم، بلنشیم و جبران کنیم واقعا، چون واقعا ما مرده بودیم دیگه، اون لحظه ای که ما خوابیدیم توی قبر مرده بودیم دیگه، اینجوری بوده دیگه، میتونسته مرده باشیم، الان احتمال داشت واقعا مرده باشیم. بگیم که خب احتمال داشت ما مرده باشیم دیگه الان توی این زمان،
حالا وقتی میگیم رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، خدای من برگردون که اعمال صالحی که ترک کردم بگم. اونجا ببینیم که جواب مثبت به ما دادن، بگیم خب حالا اون جواب مثبت داده شده، پاشیم و بریم از سر. چرا این عمل سال رب ارجعون رو بذاریم برای اون موقعی که واقعا دیگه نمیتونیم برگردیم، این رب ارجعون رو زمانی بگیم که میتونیم برگردیم؟ برای همینم هم در موقع خواب داریم که شما وقتی میخوابید از خواب که پا میشید شکر کنید خدا رو، الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی ولو شئت جعلته سرمدا، یا دعاهای دیگه هستش، خدا رو شکر هم میکنم خدا رو که منو از مرقد خودم، خواب رو ببینید مرقد حساب میکنیم، در دو روز چهارشنبه هم داریم دیگه، الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی، مرقد خواب مرقد است، یعنی ما مرده بودیم و اگر میخواست خداوند این خواب رو دائمی میکرد، و اگر میخواست خیلی خوب است ما توجه کنیم موقع خواب، وقتی میخوابیم بلند میشیم به این مسئله توجه داشته باشیم که ممکن بود این تم آخری باشه، دیگه من بلند نشم، دیگه اصلا بلند نشم. نویسنده محترم جوابی دادن اینجا، که این جواب من بدون نقد همینطور فقط توضیح خواهم داد و میخونم، اگر فرصت شد در جلسه آینده نقدی شاید بکنیم شاید، و اگر نکشید چه همینجور از ایشون میخونیم. ایشون میگه که اینها در اول در قبر متوجه میشن که اشتباه کردن، توجه کافی نیست، توجه به اینکه یک کاری انحرافی هست برای عدم انجام اون عمل کافی نیست، همونطور که توجه به چی؟ به خوب بودن یک مسیر هم کافی نیست برای اینکه یک نفر اون کار خیر رو انجام بده. میفرماید که در جواب و حل این مشکل اولا باید متذکر این موضوع باشیم که علم به ضلالت و انحراف کافی در کنار گیری و ترک راه انحرافی و ضلالت نیست، به طوری که علم به راه کمال و صراط مستقیم هم در افتادن به راه کمال و انتخاب عملی صراط مستقیم کافی نیست. یعنی خیلی از افراد هستن که میدونن فلان کار بده و نباید انجام بدن، نه که نمیدونن، میدونن که این کار خوب نیست، نباید انجام بدن، درست نیست، راه ضلالت هستش، راه گمراهی است، خدا راضی نیست، اخلاقا درست نیست، نفسشون هم بهشون، نفس لوامه هم هشدار میده که این کار درست نیست، ولی معذره که انجام میدن، یه با اینکه میدونن انجام میدن، اینجور نیستی ندونم باشه متوجه هستم که این کار کار خوبی نیست، ولی خوب باز گرفتار هستن انجام دارم. به بهانه های مختلف انجام دارم. یا مثلا میدونن فلان کار کار خوبی است، قبول دارن که کار خوبی است، اما انجام نمیدن. این هم بهانه های مختلفی هستش. در این که نمیتونن انجام بدن با این که میدونن، اما اقسام رذایل تعلق میگیره به این. یکی از اون بیماری ها بیماری وسواس هستش. وسواسی میدونه که این کار خوب نیست، نباید انجام بده. این کار اینقدر واجب است، بیشتر از این واجب نیستش،
میگه من اصلا نمیتونم، به دلم نمیچسبه، باید این کار بکنم تا انجام بده. اونی که خدا گفته انجام نمیده. حتی چه بسا بدونه که این کاری هم که میکنه به عنوان کار وسواس، که دلش آروم بگیره، او این کار باطل است از نظر خدا، ولی باز همینو اینو میخواد اینجوری ازش. این یه رذیله هست به نام وسواس، از به اصطلاح پایین ترین مراحلش تا بالاترین مراحلش که در بحث معرفت نفس دروس شیطان و سور مقدس خدمتون عرض کردن قسمتش. لجبازی یکیش هستش، کسی لجبازی بکنه، میدونه که فلان کار خوب نیست، منظره که لجبازی میکنه. چند بار باید بهش بگی که او این کار کار خوبی نیستش، این کار کار درستی نیستش، نمیتونه به اصطلاح انجام نده. نمیتونه انجام نده، میکنه دیگه، این کار میکنه. خود این لجاجت هم درجات مختلف داره، خود این لجاجت هم درجات مختلف داره. مثلا میدونه حرمت تراشیدن ریش رو ها، که ریش ترام مثلا نباید ریش رو تراشید، خب میمیش باز وسواس هم نیست ها، ولی خب باز میمیش که نمیتونه نکنه، یا بالاخره این رو یه جوری میره انجام میده. یا کارهای دیگر رو خیلی هستن، خیلی کار میمیش مثلا نمیدونه نماز خوندن واجب هستش، انکار نمیکنه، چون اگر انکار کنه نماز ضروری دین هستش، کفر هست اگه کسی این کار کنه. روزه نمیگیره، میدونه باید روزه بگیره، ماه مبارک، خیلی عصب میدم باید روزه بگیره، ماه مبارک، روزه هم نمیگیره. نگه روزه رو انکار بکنه، روزه رو انکار رو میکنه، روزه رو مقدس میدونه و واجب هم میدونه، اما اون نمیگیره، میدونه نمیگیره. خمس واجب است پرداختنش، اگر نده مالش حرامه، لقمه‌ای که به زن بچه‌اش میده آتش هست داره میده، ولی باز نمیتونه. اهل خمسی محاسبه سال نداره، سال خمسی نداره، بری مثلا سال خمسی حساب کنه که حالا تعلق میگیره تعلق نمیگیره، ولی سال خمسی نداره. جهاد، جبهه یادم نرفته که جبهه دوران جنگ جهاد واجب بود دیگه، خیلی هم میرسن که نیازم هست بهشون برن جبهه، نمیرفت، بهانه های مختلف در میرفتن از جبهه، بهانه های مختلف. حج، الان خیلی از افراد هستن وضع مالیشون خوب است، مستطیع هستن، توپ مالشون یه 300-400 هزار تومان پیدا میشه که به هیچ جا لطمه نخوره، بتونن یه فیش آزاد بخرن برن حجشون انجام بدن، حج واجبشون انجام بدن. خانوم ها هستن که چقدر طلا دارن واجب الحج هستن نمیرن، آقایونی هستن که چقدر وزن مالیشون خوب است میتونن برن حج، نمیرن، حج واجب هم هست باید برن انجام بدن، نمیرن انجام. اینا لجاجت ها و حماقت هایی هستش که صورت میگیره. تو عالی ترین درجه لجاجت که مثلا در مورد حجاز هست یا عبدالملک مروان که میگم آمد اون لحظه آخر در کاخش اون بالا، به پنجره کاخش رو باز کرد، کسی رو دید، حالا چیزی گفت، این ها من یادم نیستش، بعد گفت خدایا من خیلی جنایت کردم، خیلی بد کردم، خیلی سون کردم و میدونم که توبه پذیر هستی، اگر توبه کنم توبه من رو میپذیری، اما اونقدر بدم میاد ازت که توبه نمی کنم، دادم میاد از این توبه. این مثلا با لجبازی و خدا از دنیا میره. اون ابو لهب مثلا همینطور میگه میدونم محمد به حق هست صلی الله علیه وسلم، میدونم به حق هست، خیلی شناش میمیست. کسای دیگه که حق امیر المومنین علیه السلام رو خوردن، اونایی که امیمه رو شهید کردن، همه شون میدونستن،
تمام کسایی که ائمه رو شهید کردن مسلمان بودن دیگه. یک کافر ائمه رو نکشته. یک کافر، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام بگید تا بقیه معصومین، یک کافر نکشته اینا. اینا همه مسلمان بودن، کسایی بودن که در لباس نماز بخوندن، اهل روزه بودن و اینا. به فضل اینا معترف بودن، مقر بودن به فضل اینها. گیر می‌کردن تو خیلی از مشکلاتشون، به اینها پناه می‌بردن، در بن‌بستا به اینها پناه می‌بردن، بعدم کشتنشون. این دیگه هست به حال تو انسان هست. انسان میدونه و بعد لذت می‌کنه. پس همه این گروه‌هایی که من مثال زدم خدمتتون عرض کردم، اینا همه میدونن راه زلالت هست، راه گمراهی است، نباید انجام بشه. دارم بعد حجاب رو شما نگاه کنید، بعد حجابی که هستن خیلی هاشون میدونن که این کارشون کار درستی نیست، مرزای حجاب رو هم رعایت نمی کنن، هیچ کدوم رعایت نمی. و دیگه حدیث مفصل بخون از این مجمل. میخواستم ریشه یابی کنم، یه بحثی از جدای از بحث معاد هست، البته این ریشه یابیش در جلسه قیامت به دردمون میخوره. یعنی که اگر برسیم مثلا به جلد دوم، به بعد جلد سوم که اگر چاپ بشه انشاءالله در دست از خواهد، بحث قیامت رو بخواب کار کنم، اونجا یه بحث روانشناسی هست در مورد این که ریشه این اصلا به کجا ختم میشه. این که افراد با این که میدونن موفق به عمل نشن نیستن، تحت چه شرایطی قرار میگیرن که اینجوری میشه، تحت چه شرایطی قرار میگیرن که اینطور خواهد شد، بماند دیگه. حالا این قصه این های گروه هستن که به اینطور هستن، خیلی هم اعمال خیر رو میشناسن، اعمال ثواب رو میشناسن و باز انجام نخواهند داد. و نمیرن به این سمت. یه خانمی میگفتش که همسر ما موقع نماز که میشه به ما میگه که مثلا نمازتون رو بخونید، بچه ها میگه نمازتون رو بخونید، یعنی دقت داره به نماز خوندن ما، میتونه نماز بخونید، موقع خودش نماز نمیخونه، یعنی خود آقا نماز نمی کنند، ولی مثلا ماها رو میگن که نمازتون رو بخونید. مثلا پدر مادره بی نماز دیدید من زیاد برخورد کنم، خودش مثلا بی نماز هم بعد بچه هاشون رو توصیه میکنن مثلا نماز بخونید، اینها کلاس قرآن بچه هاشون رو میفرستن، بعد بهشون میگی میگه شما ما کاری نداشته باشی، شما مثلا برو قرآن چیز خوبی هست یاد بگیر بخون، ولی خودشون نبخون. توی مرکزی که امام حسین، مرکز فرهنگ امام حسین که ما بودی، خانم هم میمیدن بچه هاش میدن که از قرآن ثبت نام میکردن، بعد مثلا خودشون یه وجب موهاشون معلوم، مثلا ناخونهای بزرگ باید یا های عجب قریب، بعد بچه کشیلی در سیحت و دو کلاس مهد قرآن سبتنا که دونی قرآن یاد، لذت همی بود از قرآن خوندن. زیاد شنیدیم ما از بزرگانی که شما با ما کاری نداشته باشید، شما خودتون بکنید، راه ما را نهرید شما، ولی مثلا به ما نگاه نکنید، شما مثلا آه خودتون رو برید، مثلا نمازتون رو بکنید، روزتون رو بگیرید، کار خوبی هستش، مسجدتون رو برید، اما خودشون نمیتونن انجام بدن. واقعا چرا اینجوری میشه آدم به اینجا میرسه که راه هدایت رو میبینه جلوش بازه نمیره، تو راه گمراهی افتاده، میدونه گمراهی هستش، مسئله ادامه میده میره. اینا که سیگار میکشن، اینا که اهل مواد مخدر هستن، اینا که قاچاقچی هستن، اینا که مشروب خور هستن، همشون نمیتونن دیگه، میدونن اصلا کار دزدی میکنن، سرقت میکنن، اونایی که با نوامیس مردم کار دارن، مزاحمت برای نوامیس مردم ایجاد میکنن، همه شون میدونن کار خوبی نیستش، منزله ادامه میدن، مسیر رو میدن. بخونیم این قسمت رو تمام کنیم حالا فعلا. در همین نظام، یعنی در زندگی دنیوی، زیاد بوده و هستند کسانی که راه کمال و سعادت و صراط مستقیم را می دانند و خوب هم می دانند، ولی در مقام عمل از سالکین این راه نیستند،
و نیز زیاد بوده و هستند کسانی که علم به ضلالت ها و انحراف ها دارند ولی در عمل از آنها و از آن راه و روش ها کنارگیری نمی کنند و راه های انحرافی را با علم ادامه می دهند. کسانی که معتقد به مبدا متعال هستند و معتقدند به این چه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، یعنی هر کس انجام بده، تجربه کنم، دقت کنید، پس هر کس عمل بکند به اندازه ذره خیر، یرهو، میبیند اون عمل خیر رو، نمیگه جزا داده میشه، میگه خود خیر رو میبینه، خود خیر رو میبینه اونجا. جزا هم اگر داده میشه خود خیر رو به عنوان جزا میبینه، نه اینکه جزایی ما جدای از اون عمل خیرش بهش بدن. و من یه عمل مثقال ذره شرن یره، هر کس عمل زشتی رو انجام به اندازه ذره عمل شر انجام بده میبینه اون شر رو. و همه جزئیات و هدایت و ضلالت را و همه جزئیات هدایت و ضلالت را هم میدانند و عقیده هم دارند، مرتکب گناهان میشوند و راه های ضلالت را میدانند و احیانا از اینکه چرا موفق به ترک ضلالت ها و عصیان ها نیستند زجر هم میکشند. یعنی خیلی هستن خودشون اهل گناهند و ناراحت هم هستن که اهل گناهند، بندگان خدا آلوده هستن، اعصابشون هم خورده، اما میگن نمیشه کاری کرد دیگه، خلاصه خودشون هم ناراحت هستن از این قضیه. ولی خب معذادش میرن، معذادش میرن که اینها اگر اون قسم اون بحث رو انجام بدن، بحث ریشه یابی روانیش رو تقسیم بندی میکردیم، اینها چند قسمت هستن هر کدوم این افراد که چرا این کار رو انجام نمیدن، به چه دلیل نمیتونن، موفق نمیشن به انجام این کار. من میان بعضی پیش من مثلا این ناراحتی داره، میگه که من اینجوری هستم، اینجوری هستم، اینجوری هستم. بعد مثلا بهش میگه خب اصلا توی میدونی این کار خلافه، میگه میدونم ولی خب. میگم خب مثلا عذاب گناه داره، حرام، اصلا نمیشه. باز میبینه که نمیتونه، کاری نمیتونه، ناراحت هم هست، میان گریه میکنن، مثلا میان زجه میزنن، گریه میکنن که مثلا ما گرفتاریم، بدبخت رو چیکار کنیم، از دست این الهی، الهی که عشق و نفسن به سوه اماره، همین حالی که ما خودمون داریم شکایت به خدا میبریم که خدای من شکایت میکنم از نفسم که اماره به سوه هستش و بالخطیعت مبادرت به خطیعت. اونا هم یه شکایت میکنن از نفسشون، اما راه که جلوشون گذاشته میشه نمیتونن راه رو برن. بعضیشون من تا مرز جنون دیدم رفتن، تا مرز جنون یا دیوانگی، از ناراحت هستن از این کاری که میکنه، ولش هم نمیکنه. دست هم برمی داره ازش، خودش ناراحته، خودش انجام میده، زجر میکشه، دست بردارم نیست. یعنی میفته آدم توی یه مسیر اینجوری ها، بعد تا جنون میبره. بعضی از زنها مثلا گرفتار یک مصیبت هایی میشن که تا اختلاف با همسر و پاشیده شدن خونه شون هم میرن جنون. من بهش میگم که مثلا یه آقای آمده بود، کاره ایم بود بنده خدا، آمده بود میگفت من با خانم اختلاف دارم، بعد میگفت، میگفتم خب به نظر این کاری که داری میکنی لجبازی نیست؟ میگفت چرا، من ایزار مغرورم، لج میکنم، یه دفعه خلقه بینست لج میکنم. ولی خب دیگه کوتا نمیتونم بیرم، لج میکنم، اینجوری میشم بیرم. این اگه واقعا خیلی مشکل، اگه نخواد خودش فروکش بکنه اینو، فردا با عذاب اینو، با آتش اینو لجش رو ازش میگیرن، میزنن تو سرش، این منیتش ازش بگیرن که نمیتونه بگیر نه. یه خانم دیگه بود با شوهرش اختلاف داشت شدید، جنگ را مینداخت، در و بحث را مینداخت توی خونه، سر هر چیز بهانه میگرفت، دعوا را مینداخت. بعد من میگم خب چرا اینجوری میکنی؟ برای چی این کارو میکنی؟ اصلا شوهرت حق نداره اینجا، این حق با تو بود، نور حق با اون. میگم چه اینجوری میکنی؟ یه من دیگه لجاجت میکنم دیگه، من اصلا خلقم اینجوریه،
آدم خدا نکنه آدم بیفته روی دنده های این چنین، خیلی بده، خیلی بده. یعنی میدونه که داره اشتباه میدونه، میدونه این یه وزیل است، میدونه این یه اجده هاست، یک مار است، یک عقرب است که چسبیده به نفس او، ولش نمیکنه. مخصوصا مخالفت میکنه، مخصوصا مخالفت میکنه. کسایی که با بزرگان با علما مخالفت کردن، مخصوصا مخالفت کردن با انبیا با ائمه، نگاه بکنید همه شو همینطور. یکی از ریشه هاش حسادت، حسادت یکی از ریشه هاش، انسان تحمل نداره رشد و ارتقاء دیگران رو ببینه، از باب حسادت تمام فضائل رو ندید میگیره و زیر پا میذاره و دست میذاره روی عیب ها و لج میکنه، بعد مبارزه میکنه، جنگ میکنه، آبروریزی میکنه، غیبت میکنه. و ما هم از اینا دور نیستیم، برادران ما هم دور نیستیم از این آفتها. خیلی باید پناه بریم به خدا، خیلی باید مواظب باشیم که در درون خودمون با کسی یه موقع اینجوری نشیم. خدا نکنه دنبال عیب دیگران نباشیم، بخوایم پیدا بکنیم عیبشون رو تو سرشون بزنیم، به خصوص عیب کسایی که از ما بالاتر هستن، یه پله از ما بالاترن، درجه از ما بالاتر هستن، بزرگانمون، نباشیم به دنبال این بخوایم. خدا نکرده بگیریم، بل بگیریم و اینو تو سرشون بزنیم، بل بگیریم و اینها رو به نقطه ضعف بگیریم و فشار بدیم نقطه ضعف. خیلی بده، جزیده بدی هست. پناه باید بریم به خدا، یک سر التماس بکنیم که خدا ما رو از این وضعیت دور نگه داره، از این عذاب ها، از این آتش های دردناک. بله اونجا این مشکل هست، باید انسان خیلی مواظب باشه. یه موقعی هست انسان رذائل رو در کمالات پیدا میکنه، وقتی کمال پیدا میکنه رذائل رو پیدا میکنه. مثلا شاگرد این نسبت به استادش خیلی مؤدب هست، خیلی متواضع هست، یک ذره که بار علمی میگیره میبینی که پرخاشگری شروع میشه، بی‌ادبی شروع میشه، جسارت شروع میشه، نمک نشناسی شروع میشه. خیلی زیاد شده اینجوری افراد نسبت بزرگان، علما، اساتید خودشون همچین وضعی پیدا کردن. یه موقع هیچ چیز نداشتن، فقیر مطلق بودن، فقیر، یک گدای مسکین. بعد یواش یواش که بار گرفتن، از اون استاد تربیت کردن، از اون مادر شیر خوردن، بعد جسارت ها، بی ادبی ها، مقابل خیلی خدا پس گردنی های عجیبی میزنه بعضی وقتا افراد میفتن تو مسیر بی ادبی. خیلی بده، خیلی بده. زیاد دیدیم ما از اینا تو کسا که اهل درس و علم هستن. چقدر خوب گفت اون عالم که ما به کمی از ادب بیشتر محتاجیم تا به بسیاری از علم. خیلی انسان محتاج که یه موقعی نیفته توی مسیری که بیفته با شاخشونه کشیدن از آداب، مثلا برخورده با استاد این هستش که حالا بخونیم تو این آداب، همه احتیاج داریم بشه بخونیم که ایرادهاشو ندید بگیره انسان، لغزشهاشو ندیده بگیره، به رخ نکشه و خیلی شده دیگه که اون ظرافتهای خیلی عالی هسته که اونجا هسته. انسان اگه بدون اون عمل، بدون آگاهی به اونها هم بیفته مثل تعلیم و تعلم، بالاخره خراب خواهد کرده. باید بلد باشه این که مامن حرکت این خود کار تعلیم و تعلم هستش. یکی می رفتن در حوزه ها شروع کردن درس خوندن، بعد از این مسیر رو تهی نکرد، یعنی با آداب و متعلمین آشنا نشدن،
آداب تعلیم و تعلمشون با برخورد با استاد آشنا نبودن، با ادب کلاس آشنا نبودن، با خیلی از چیزا. یه فرقی می‌بینید که مثلا قلبشون واژگون شد، بار گرفتن چنان اوج زدشون زمین که دیگه هرگز بلند نشدن. هرگز بنابراین امکان دارد که انسان در ضلالت باشد و در راه انحرافی را با علم به این که انحراف است و نتیجه بدی دارد ادامه بدهد و حتی با آرزوی رهایی از آن باز ادامه بدهد، با اراده و اختیار و با اراده و اختیار ادامه بدهد. این هم البته با جوابای دیگر بیشون دادن که ادامه راه ضلالت با علم به آن بعد از مرگ. بعد از مرگ انسان میتونه اینجوری امکان داره که انسان بفهمه راه ضلالت رو، علم هم بهش پیدا بکنه که راه ضلالت هست، اما قادر به خودداری نباشه و این مسیر رو طی بکنه و بره جلو. این صفحه 172 این عنوان بعدی میفرماید که امکان این که راه ضلالت و انحراف را با اراده، یعنی بعد از مرگ با اراده ادامه بده و در عین انزجار و در عین معذب بودن با اختیار پیش بروند و معذب تر باشند نیز وجود دارد. اینها امکان دارد و این خود یکی از مسائل قامزه و اسرارآمیز است که در که اگر در تعبیرات و نکات موجود در آیات و روایات دقت عمیق بشود بعید نیست که این حقیقت را استفاده کرد. من تو خوابی که دیدم از سیار خدمتون به اون بنده خدا میگفتم که این اژدهای چسبیده بود روی بدن این، روی سینه این، بهش میگفتم دست تو بده، بهم میگفتش که کاری از دست تو بر نمیاد. من میگفتم چرا، من میتونم ابراز میکنم که میتونم، تو فقط دست تو من بده، میدونم که میتونه دستشم به من بده، ولی نمیداد دستشو. میگفت این منو رها نمیکنه، این با من هست. بعد من تعجب میکردم، همین حالت تعجب داشتم همون موقع که خب حالا یعنی چی این با من هستش؟ گفت میتونه بذارش بیرون، دست رو من بده، من نجاتش بدم، میکشمش بیرون. ولی خب اون مثلا میگفت نمید، دست رو نمیداد، به هیچ وقت نمیداد. اینطوری هستش. در واقع همین موقع ما عاشق اخلاق خودمون هستیم، اخلاق سگی، اخلاق گرگی، نیش زدنها رو عشق می‌ورزیم، در درون خودمون نگه می‌داریم، حاضر نیستیم از بکنیم، ازش دست برداریم، ما بغل کردیم او رو، تصویدیم، ولش نمی‌کنیم. ما نمی‌خوایم که نجات پیدا بکنیم از این اخلاقمون دست برداریم. و واقعا راحت تر از دنیا ما نداریم که انسان بخواد غلبه کنه به خودش. یعنی اگه انسان بدونه که اون طرف چه خبر است و عکس این چیزی که اینجا داره انجام میده چه خواهد شد، تصویرش چی میشه، یه ذره با قبر آشنا بشه، یه ذره با برزخ آشنا بشه، یه ذره با قیامت، با مدت، با شدت آشنا بشه، راحت بتونه قرار بکنه به خیلی از مشکلات نفسانی، راحت بتونه خیلی از لجبازی ها رضایل رو کنار بذاره. لجبازی با همسر، لجبازی با فرزند، لجبازی با پدر مادر، لجبازی با استاد، لجبازی با همکار، لجبازی با همشاگردی، نمیدونم لجبازی با خیلی چیزهای دیگه، کسای دیگه میتونه دست بردار از این حسادت هایی که میگه سراغ انسان، قلب رو خراب میکنه، نورانیت رو میگیره، تاریک میکنه انسان، میتونه انسان حسادت نکنه، خیرخواهشون باشه، دوستشون داشته باشه، حتی خیرخواه دشمنش باشه، دست از چینه برداره، دست از حقد برداره، میشونه. اگر آشنا بشه این آزار با اون وقت میبینه که اینجا راحت میشه خیلی کار رو کرد، چیزی که الان به ظاهر سخت میاد، ما میگیم نمیشه، نمیدونم دعب ما اینطوری است، طبع ما اینطوری است، این چیزای جهنم، حرفای جهنمی که